سلام قاسم. سلام آرمین، چطوری؟ خوبی؟ خوبی، مرسی. قربانت. آقا این صحبتی که الان کردین، این مدینه فاضله و مدینه زاله و اینا، حالا اسمای صدات مختلف کمه. صدای من خوبه الان؟ نه صدا خوبه؟ صدات کیفیتش خوبه. بهتر شد، همینجوری نگهش الان بهتره، همینجوری دستم میفته ولی خوبی نداره. حالا بچه‌ها می‌خواستن سوال بپرسن، من میگم اگه کسی میخواد بیاد بالا، این مدینه این دیستوپیایی که میگم میشه مدینه زاله دیگه، یعنی شب دقیقاً برعکس مدینه فاضله. مدینه فاضله هم یه آرمانش یوتوپیا که میگن مدینه فاضله است، دیستوپیا برعکسش مدینه زاله است. زاله یه دونه بدترش هم داشتیم، یادم نیست الان چی بود. مدینه زاله بود و مدینه یکی دیگه یادم رفت که بدتر از مدینه زاله است. حالا مهم نیست خیلی. آقا در مورد چیز می‌خواستم بپرسم، این داستانی که برای توماج افتاد، واسه ببینم حد و مرز این آزادی بیان توی کارهای موسیقی، کارهای هنری به این صورت چیه؟ چون از اون ور اتفاقی دیگه هم میفته، مثلا یه خواننده رپر لهستانی بود، کجایی بود که پاشو گذاشته بود روی عکس مریم مقدس، بعد آزادش کردن. لهستان بود، پولند بود، درسته. لهستان بود، آره. بخواستم ببینم حد و مرزش کجاست، تا کجا میشه انتقاد کرد؟ چون توماج توی همین کارش تیکش هم گفته بود که خون فقط با خون شسته میشه، مثلا ممکنه اینو بخوان تفسیر کنن به اینکه میخوان مخالفاشون رو بکشن مثلا. خب ببینم این حد مرزش کجاست، از روز اخلاقی یا قانونی؟ قانون. خب قانونی بستگی به کشورش داره. خب کشوری که تو مثال زدی یکی از بدترین کشورهای اروپایی هست در برای آزادی بیان، از روز قانونی پولند و لهستان. نه اصول آزادی بیان منظورم، یعنی حالا که قانون که قانون خب... خیلی جا فرق میکنه اصول... از نظر اصول مبانی آزادی بیان. خب پس میشه اخلاقی. اگه اصول آزادی بیان رو میخوای بگی میشه اخلاقی. اگه در برای قانون داری صحبت میکنی بستگی به کشورش داره. توی آمریکا آزادی بیان خیلی بیشتر هست تا نسبت به مثلا به اسپانیا یا لهستان. خب توی خیلی هم گفتن تو کشورهای یه جوری در کشورهای غربی صحبت میکنن انگار همشون یه شبیه همه، همشون یکی. خب میگن آها تو کشور غربی این غیر قانونی نیست یا هست، مثلا در تو مجلس صحبت میکردن. توی آمریکا اگه برین نگاه بکنین آهنگای رپرای آمریکا رو نگاه کنین، اصلا خشونت به شدت بیشتر توش زیاده. خب این خشونتی که فکر کنم توی آمریکا غیر قانونی حساب میشه باید به طور مستقیم درباره یک شخص تبلیغ به خشونت، یعنی بله یه شخص بتونه خیلی دایرکت باشه. خب در صورتی که اون کاری که توماش کرد تو آمریکا غیر قانونی حساب نمیشه. من خیلی آهنگای رپ هست که الان میتونستم برای شما بذارم اگه کپی رایت نمیشد، که به شدت علیه پلیس اصلا تبلیغ خشونت میکنه، علیه دولت خشونت تبلیغ میکنه، علیه بقیه گنگار خشونت تبلیغ میکنه و اینا نه تنها آزاد هستن، غیر قانونی هستن، دارن اینا رو میفروشن و پول دارن ازش در میارن. تو آمریکا این کاملا قانونیه. تو اسپانیا من میدونم یه نفر یک رپری بود که از قانونی تو در سر افتاد به خاطر تبلیغ به خشونت، نمیدونم تبلیغ به چی بود، ولی مثلا که مثلا تو اسپانیا آزادی بیان به اندازه آمریکا توی همچین چیزی نیست. تو لهستان که دیگه افتضاحه، تو لهستان حتی آزادی نقد دین هم مثلا که ما نداریم، یعنی ما تو یعنی بدترین کشور اروپایی، فرض کن یک کشور، نه تنها یک کشور اروپایی، یک کشور اروپایی که عضو اتحادیه اروپا هست که باید قوانین حقوق بشری که یکیش آزادی بیان هست و رعایت بکنه به خاطر عضویتش تو اتحادیه اروپا، الان دارن یک خانومو چیز کردن، دادگاهی کردن به خاطر همین عکس، همین رنگین کمون ال جی بی تی دور مریم گذاشتن. این من میگم حضرت مریم که بدونین کدوم مریمو دارم میگم، من خودم که نمیگم این حضرت ها اینا، ولی خب بگم که بگم کدوم مریمو دارم میگم. خب مریم مادر مسیح. خب یعنی این دادگاهی شد، یعنی این غیر قانونیه تو لهستان. خیلی افتضاحه که تو لهستان هم چیز غیر قانونیه. یعنی ما کلی در برای این برنامه داشتیم، علیه این صحبت کردیم، حتی در به خاطر همین خودمون چیز خودمون که نقاشی خودمون رو در برای مریم کشیدیم با همون چی میگن این هالو رو، چی میگن به فارسی هالوی که دور صورت یه نفر هست، هاله نور میگن، هاله نور. نقاشی هم که توی لهستان غیر قانونی بود همین هاله نور دور مریم رو رنگین کمونیش کرده بودن برای دفاع از ال جی بی تی. ما یه دونه هم قشنگتر با همون از مریم هم یه دونه کشیدیم. خب
برای همین از قانونی بستگی به کشورش داره. پس ایدئالش همون مثل آمریکاست درسته؟ من که بله، من فکر می‌کنم از نظر آزادی بیان، من نمی‌شناسم کشوری بهتر از آمریکا باشه تو آزادی بیان. اگه ممکنه هست، نمیگم نیست، من نشنیدم. فکر کنم بهترین کشور برای آزادی بیان بله همون آمریکاست. آمریکا چون من نه تنها چی گفتی؟ قاسم صدا کم. قاسم میگم تو آمریکا پس این کارش قانونی بوده، اصلا مشکلی نداشته. نه بله کاملا قانونی بوده، هیچ مشکلی نداشته. نه خیلی بدتر از این، خیلی رپ بدتر از این، کاملا خشن‌تر از این تو آمریکا وجود داره. اصلا چیزایی که من اگه براتون بذارم شما با خودتون مثلا منفکر کنیم که این دیگه باید غیر قانونی باشه. ولی نه، قانونی کامل. چی می‌خواستم بگم؟ یه چیز می‌خواستم بگم یادم افتاد. حالا تو فکر می‌کنین میلاد تو لحشت میگه فرانسه از آمریکا بهتره. من فکر نمی‌کنم که فرانسه خیلی بهتر باشه. فرانسه از آمریکا بهتره، کاملا اشتباه. فرانسه شما تو آمریکا آزادی آتیش زدن پرچم آمریکا رو دارین، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه به شما بکنه. من یعنی که به این پرچم یه نفر دیگه رو که مال شما نیست آتیش بزنه. خب تو فرانسه شما حق آتیش زدن پرچم فرانسه رو ندارین، تو آمریکا شما حق آتیش زدن پرچم آمریکا رو دارین، تو فرانسه نداری. آمریکا خیلی برتر از فرانسه است نسبت به آزادی بیان. توی فرانسه شما، حالا من نمیگم اینجا، من که یوتیوب ممکنه داغونمون کنه این ویدیو رو، توی فرانسه شما حق شک درباره یک سری اتفاقات تاریخی که زمان جنگ جهانی دوم افتاد، حق تبلیغ، یعنی که ما میگیم که اتفاق افتاد، یعنی درست، خب ولی شما اگه بگین اینا اتفاق نیفتاده یا اینکه بگین اغراق شده، این تو فرانسه شما رو جریمه میکنن و غیر قانونی این کار تو فرانسه. ولی تو آمریکا این کاملا آزاده. و نگاه کنید آزادی این بحثا توی آمریکا باعث نشده که تو آمریکا این عقاید بیشتر از مثلا فرانسه باشه. یعنی من با آزادی بیان، حتی با آزادی بیان یه چرت و پرتایی مثل اینم اعتقاد دارم که هر چقدر هم مزخرف هست این عقاید باید آزاد باشه. آها به این سامان هم داره میگه، این سامان وقتی میگه من دارم درست میگم دیگه هیچ کسی هیچ شکی نباید. سامان که خودش وسط فرانسه هستی، اونجا داره زندگی میکنه. سامان میگه حرفای آرمی در مورد فرانسه درست هست. بله. آره. بعد حالا اورواندیل هم گفته که بپرسین تو فرانسه زنها حق حجاب نداشت ندارن چی؟ این که تو فرانسه زنها، این گفته این که تو فرانسه زنها حق ندارن حجاب داشته باشن. زنها نیست، بچه هاست فکر میکنن. ساله چند ساله؟ نه ببین تو فرانسه زنها حق حجاب دارن توی پابلیک. خب تو فرانسه داره میگه توی حالا سامانم میتونه بگه درسته یا نه، توی شما اگه داریم برای یک دولت کار میکنی، خب و توی مثلا توی دادگاه، توی مدرسه های دولتی، توی اداره پلیس، این کارا رو که دارین، چون که اینها یعنی کاری که دارین کار از دارین برای دولت کار میکنین و شما چهره شما و چیزی که پوشیدین، به عبارت دیگه چیزی که دولت، شما نماینده دولت هستین تو این کاری رو که دارین انجام میدین، خب تو این شرایط کسی حق نداره حجاب داشته باشه، به خاطر اینکه حجاب پوشیدن نشوننده اینه که مثلا دولت داره حجاب رو تایید میکنه و این باعث میشه که دولت داره یک پوزیشن، یک موضع دینی میگیره اگه این کارو بکنین. تو مدرسه های دولتی هم حق حجاب ندارین، به خاطر اینکه تو دانشگاه، تو مدرسه دیگه، به خاطر اینکه داره تبلیغ دین میشه تو یک جایی که باید دولت داره مالیاتش رو میده. خب یعنی جایی که دولت مثلا داره مالیاتش رو میده، نباید جای، چون که پول دولت، پول همه مردم کشور برای اینجا داره مصرف میشه، نباید از اینجا استفاده بشه برای تبلیغ یک دینی که دین همه کشور نباشه. حالا این فقط درباره حجاب نیست، درباره همه چیز، همه سیمبولای دینی هست. هر چیزی یعنی شما یک مثلا گردنبند صلیب هم نمیتونین بپوشین برین اونجا، یا یه مثلا این کپه، چیز کلایی که این چیزی که میذارم یهودی هم میذارن رو سرشون، اونم حق ندارین بپوشین. یعنی این یه چیز ضد اسلامی نیست، این ضد همه دین هست. ولی شما آزادی اینو دارین که برین مثلا توی پارک اگه دارین میرین، شما حق اینو دارین که حجاب داشته باشین و
ولی توی مدرسه که دولت داره مالیاتش رو میده اونجا نمیتونید. به نظر من این کار درستی هم هست. من فکر کنم شما اگه من فکر کنم خارج از، یعنی شما اگه دارین از تو مدرسه، بالاخره نمیتونید تو مدرسه ای که همه دارن مالیات میدن و بچه‌شون رو فرستادن که برن علم و ریاضی و ادبیات و این چیزا رو یاد بگیرن، شما نمیتونین بگین که من چیزی که همه مردم یک کشور دارن پولش رو میدن که بچه‌هاشون آموزش ببینن، بچه رو بفرستن اونجا و اونجا تبلیغ دین، دینی که دولت تاییدش نکرده، دینی که دولت تبلیغش نباید بکنه بخاطر اینکه دین، دولت از دین باید جدا بشه، بچه‌تون اونجا داره به طور مستقیم یا از معلم یا از دانشجوهای دیگه داره بهش تبلیغ دین میشه. یعنی شما اگه میخواین تبلیغ دینتون رو بکنین، نباید بیاین تو بتونین سوء استفاده بکنین، از جای استفاده بکنین که همه فرانسوی ها براش مالیات دادن و از اون استفاده بکنین که تبلیغ دینتون رو بکنین. محل نظرت چیه در مورد قاسم؟ میگم قاسم، سام من دارم درست اینو توضیح میدم؟ میگم سامانو بیار بالا. اصلا سامان بیا بالا. آها سامان بالاست، بیا هستش اینجا. سامان من دارم درست میگم یا نه؟ سامان میوته، خودش میتشت. درود بر همه دوستان، امیدوارم که همه خوب باشین. خب من دوست داشتم پایین شنونده باشم، یه 10 دقیقه 20 دقیقه بود داشتم گوش میکردم، اما موضوع فرانسه که مطرح شد من گفتم بیام بالا. حرفای آرمین درسته ولی دقیق نیست. من اینکه 100% بکنم میخوام توضیح بدم از بچه هم که دارن میشنون یا حالا این ویدیو رو بعدها رو یوتیوب میبینن، میخوام اینو حتما برای مقابله با پروپاگاندای جمهوری اسلامی به کلماتی که من میگم دقت کنن. ببینید متن قانون این هست که در مدارس فرانسه، چه خصوصی و چه عمومی، همراه داشتن هر گونه علامت مذهبی آشکار، کلمه فرانسویش هست اوبستانستیل که فکر میکنم در انگلیسی هم هست ابستینتلی، همچین کلمه‌ای با همچین تلفظی، اگر حالا اشتباه میگم آرمین اصلاح بکنه، چیزی که خیلی واضح و آشکار باشه. ابستینتلی همچین کلمه‌ای است در انگلیسی، در فرانسوی هست اوبستانتیل، این کلمه فرانسویش به معنای چیزی که خیلی واضح و آشکاره. درست شد؟ میخوام اینو بگم. چی؟ مثلا obvious؟ obvious؟ نه obvious نیست کلمش، یه کلمه کتابیه. obvious در فرانسوی هم تقریبا همچین چیزی ما داریم، ولی این کلمش هست obstantil در فرانسوی، به معنای علامت مذهبی کاملا آشکار. این موضوع همونطور که تو گفتی شامل صلیب میشه، شامل کلاه یهودیان میشه، شامل اون چیزی که در واقع بچه‌ها یا مردهای یهودی میپوشن که از شلوارشون آویزونه، حالت جلیقه است که بندهاش از شلوار آویزونه، میشه شامل حجاب، اسمشو من نمیدونستم، آره، شامل حجاب زنان در اسلام میشه، شامل لباس بودایی ها میشه. اما جمهوری اسلامی اینو چجوری مطرح کرده؟ گفته بله چون فرانسه با اسلام مخالفه و علامت اسلام هم حجابه، شما ببینید در فرانسه اجازه نمیدن زنها با حجاب بیان توی معابر عمومی. درسته که اینطوری نیست. یه بار دیگه میگم علامت مذهبی آشکار در مدارس، فقط مدارس، چون در دانشگاه ها دخترها با حجاب میتونن برن، پسرها با صلیب میتونن برن، ممنوع. مدارسش هم عمومی هم خصوصی. و البته یه چیزی هم اضافه کنم، چون مراکز نه فقط مدرسه، مراکز دولتی هم همینطور نه مراکز دولتی آزادن. این اون نکته بود که گفتم آرمین نه. درست میگه ولی دقیق نیست. بله زنان میتونن نه مراکز چرا؟ دولتی نه، کسایی که چرا؟ کار میکنن برای دولت نمیتونن. یعنی شما چرا میتونن آقا میتونن، بله میتونن. این همون نکته است که باید اصلاح کنیم. بله ما الان زنان با حجاب در ادارات دولتی رسمی داریم. اتفاقا این نشون میده که بحث مبنی بر، ببین که در دانشگاه ها آزاده، در مدارس، در ادارات دولتی آزاده، نشون میده که بحث بر سر 18 سال به پایین هست. بحث بر سر زمانی است که افراد داره در واقع تربیت میشن، دارن یاد میگیرن، دارن آموزش میبینن. وگرنه اگه آدم مثلا 30 ساله خب کمتر تغییر میکنه تا یه بچه 10 ساله 12 ساله. این نکته از این. البته من نمیگم تغییر نمیکنه، ما داریم به نسبت صحبت میکنیم. نکته دومی که باید تو همین بحث اضافه کنیم، من یه بار دیگه هم تو همین تماسای اینجوری که داریم با آرمین جان تو برنامه‌های گفتگوها یه بار دیگه هم گفتم، خوبه اینا تو یوتیوب میمونه. ببینید
از پارسال آمدند آنهایی که نگران این هستند که به ترتیب اسلامیزه بشه جامعه یا لایسیته فرانسه تحت خطر قرار بگیره، آمدن گفتن خیلی خوب، این منطقی که زیر 18 سال نباید علامت مذهبی با خودش حمل بکنه که گفتیم شامل حجاب و صلیب و همه چی هست، مال همه ادیان هست، گفتن این امر رو در معابر عمومی، در جاهایی که عمومی هست مثل خیابان و پارک و ورزشگاه و بیمارستان و غیره هم ممنوع کنید. این قانون رو تصویب کردن که خیلی پولیمیک و خیلی جر و بحث و خیلی منازعات سیاسی اینو پارسال حقیقتش من باید برم برای اینکه حرفم دقیق نباشه، نادقیق نباشه و بخوام حرف درست و صحیح رو بزنم، باید برم خودم یک آپدیت بکنم، یک در واقع کسب اطلاع بکنم که مطمئن بشم، که چون پیشنهاد که شد و به پارلمانم رفت، ولی اینکه رأی آورد و قانون شده یا نه هنوز نمیدونم. اما خیلی بحث ایجاد کرد، موافق و مخالف، و اینکه آقا جان ما توی مدرسه حالا به خاطر اون چارچوبایی که وجود داره ممنوعه مثلا صلیب ببریم، مثلا کلاه یهودی بذاره سر بچم، اما وقتی با بچم میخوام برم پارک چرا نباید کلاه بذاره سرش؟ ببین این یک موافقه و مخالفه فراوانی داشت. اونایی که مخالفه این قانون، من که واضح باشه داری چی میگی، داریم میگی که بچه های زیر 18 سال، یعنی قانونی که داره پیشنهاد میشه که حالا نمیدونیم تصویب شده، یعنی دختر نمیتونه با حجاب بیاد تو خیابون، نمیتونه با حجاب بلند شه بره دوچرخه سواری. درسته. یعنی ولی اگه زیر اگه زیر 18 سال باشه نمیتونه، بالای 18 بله سال دیگه. بله یعنی بله. یعنی همون چیزی که مجبوره در مدرسه انجامش بده، یعنی نمیتونه مثلا با حجاب بره مدرسه، نمیتونه با یک صلیب روی گردن بره مدرسه، با همونم هم نمیتونه بره استادیوم ورزش کنه. یعنی یه دختر زیر 18 سال یا یه پسر زیر 18 سال، نه فقط این فقط برای دختران نیست، پسرها همه دیگه، همه ادیان. بذار مثلا تموم بشه، فقط حجاب نه، یک سلی، یعنی مثلا توی پارک تو فرانسه یک پسر مثلا 16 ساله اگه یک صلیب داشته باشه، یه گردنبند صلیب، پلیس میتونه بیاد اینو جلوشو بگیره که شما زیر 18 سالتونه نمیتونی یه گردنبند صلیبی داشته باشین یا یه محجبه یا هر چیزی دینی دیگه. درسته؟ سامان میتی، سامان میتی، الان چی حله؟ حله آه مزن میخواد، این متاسفانه مشکلی تو گوشی من هست. ببینید عرض کردم، بله درست، کاملا درست گفتی آمین جان، و بحث سر همین هست که در واقع من فقط عرض کردم نمیدونم این قانون تصویب شده یا هنوز نشده، ولی همین موضوع هست که آقا جان اگر شما یک آدم زیر 18 سال هستی هنوز در واقع حق نداری بیای بگی من به این دین معتقدم، و اگه معتقدم مثلا میخوام علامت مذهبیشو با خودم هم کنم، مثلا اگه دختر مسلمان هستم میخوام حجاب داشته باشم چون سنم از 9 سال بیشتره، چون الان دخترها با حجاب نمیرن مدرسه، ولی دختری که معتقده با حجاب در واقع بلند میشه میره مثلا فرض کن خرید میکنه و میاد، خب توی معبر عمومی داره راه میره دیگه، پس حجاب سرشه، ولی میبینی بچه مثلا 10 سال است، بچه 12 سال است، اینا میخوان اینو بردارن، یعنی میگن دین مربوط به چیزیست بالای 18 سال. خب میشه یک کسی به ما اینو توضیح بده که این تصویب شد یا نشد، جریان این از سال پیش تا حالا آخرش چی شد؟ من سعی میکنم الان بعد از اینکه رفتم پایین همینو برم یه سرچ کنم اینا، تو همین برنامه دوباره بیام اطلاع رسانی بکنم حداقل از طریق کامنت ها. خب ولی خب این به نظر شما این خیلی زیادیه دیگه، یعنی پلیس بره اینور اونور بگی نگاه بکنه که تو نه تو مدرسه، هر کسی هر جا، البته نمیدونم، به نظر شما این زیادی نیست؟ به نظر من نه، من موافق این قانونم، نه به نظر من این در واقع چیز گزاف یا اضافه ای نیست، به نظر من خیلی هم چیز درستیه، ولی فکر میکنم رأی نخواهد آورد، ولی از نظر من جز موافقین این کار هستم. بعد من موافق این هستم که یک پدر مادر نباید دینشون رو به بچهشون تحمیل بکنن قبل از 18 سال، یعنی قبل از 18 سال اصلا میشه تحمیل. خب ولی اینکه دولت بخواد بیاد جلو اینو بگیره، یه مقدار داریم قدرت دولت رو توی زندگی خصوصی مردم، من از این میترسم که دولت یه همچین قدرتی داشته باشه تو زندگی خصوصی مردم، حتی اگه چیز بدی هم باشه. آمی من سوال میپرسم اصلا از بحث دین و اینو بیام بیرون. ببین الان در فرانسه
از نظر قانون شما حق نداری لخت مادرزاد بشی، ولی مثلا در اسپانیا امکانش هست، میتونید شما لخت مادرزاد تو خیابون راه برید. میخوام ببینم الان این موضوع که در فرانسه انسان ها نمیتوانن لخت مادرزاد بشن و اگه لخت باشن دولت چی پلیس میتونه بیاد شما رو به ترتیب، حالا دستگیرونه که نیست، یعنی بیاد یه جوری جمعت کنه. میخوام ببینم این الان دخالت در امر خصوصی افراد یا به خاطر رعایت منافع عمومی حالا یه قانونی نصب شده و در واقع تصویب شده، نظر شما چیه؟ کدوم منافع عمومی داره حفظ میشه به خاطر این قانون؟ من از نظر خودم نگفتم، از نظر اونایی که این قانون در واقع قانون گذاشتن، مثلا یک تصوری داشتن، گفتن آقا جان یه آدم لخت داره چه مرد چه زن تو خیابون، این ممکنه از نظر روحیه صدمه بزنه، به مثلا جریحه دار کنه روحیه مردمو، چه میدونم اونایی قانون گذاشتن، من که نذاشتم. میگم این الان دخالت در امر خصوصی هست یا نیست؟ بله هست، زیادی هم هست، دولت نباید تعیین کنه. خب منم با تو موافقم تو این مورد، منم شخصا استوپ می کنم، ولی موضوع اینه که به هر ترتیب قانون گذار یه چیزی تو ذهنش بوده، این قانونو گذاشته، حالا همون قانون گذار داره میاد اینو واسه علامت مذهبی و دین رو هم میذاره. من تو این قسمت ببین این مقدار، من به نظرم یه مقدار نه تنها سکولاریسم نیست، یه مقدار ممکنه یه ذره شبیه ضد سکولاریسم هست که یک حکومتی داره پلیس تو خیابون بگرده دنبال سیمبلای یعنی مذهبی مردم که بگه که اینو بپوش رو نپوش، نه تنها این لایسیته نیست، این اصلا نقض لایسیته است به نظر من. من میگم دولت حق داره بیاد بگه که توی مثلا مدرسه بچه ها نباید مثلا تبلیغ دین بهشون بشه، درسته؟ حالا هم خصوصی هم عمومی. دولت حق داره بیاد بگه که توی جاهایی که مردم مثلا پول مالیات مردم داره براش مصرف میشه، هم کسایی که کار میکنن هم سیمبل، نه هم روی لباس کسی نباید سیمبل دینی باشه و نه رو دیوار هیچ جا سیمبل دینی نباید باشه. دولت این حق داره. و این چیزی که من گفتم شما تو میگی که توی فرانسه اینجوری نیست، من فکر کنم با جایی که اشتباه کردم که اینجوری هست کوبکه، چون کوبک کانادا فرانسوی هست، فکر کنم اینا رو با هم قاطی کردن. فکر کنم تو کوبک این فرانسوی ها خیلی سکولاریزمشون دوست دارن، دفترهای دولت مثلا ساختمانایی که مثلا مال دولت هست هیچ مثلا هیچ چیز دینی نباید داشته، پلیس حق نداره مثلا تبلیغ دین بکنه، هیچ تو کوبک اینجوریه نه فرانسه. خب یعنی فرانسه تو مدرسه هاست، تو کوبک دفترهای دولتی و کارمندای دولتیه. ولی من فکر کنم حق دولت هست، یعنی دولت درست میاد میگه خب اینو ما نماینده همه مردم هستیم، برای همین تبلیغ هیچ دینی نباید بشه. تو مدرسه هم به نظر من درسته، ولی اینکه بیاین تو خیابون، توی پارک، توی کنار ساحل دولت بده دنبال خانواده مردم که تو حق نداری اینو تن بچت بکنی، تو حق نداری این گردنبندو بدی دست بچت، تو حق نداری این من قبول دارم که اینا مضره، ولی دولت من فکر نکنم جاش این هست که هر چیزی که مضر هست و بیا جلوشو بگیره. ما اگه منطقمون اینه که هر چیزی که مضر دولت باید بیا جلوشو بگیره، خب پس دولت باید بیاد جلوی شکرم بگیره، بگه که شما حق ندارین شکر بخورین، شکر برای شما مضره. دولت باید بگه شما حق ندارین سیگار بکشی. دولت باید بیاد هم کلی مثلا بگه، دولت بگه شما باید انقدر تو روز ورزش بکنید. دولت باید بیاد بگه که شما روزی دارین فقط 4 ساعت میخوابین، این غیر قانونیه، شما باید حداقل 7 ساعت تو روز بخوابید. یعنی چون یه چیزی مضره که ما نمیتونیم پای دولت رو بکشیم وسط تو هر چیزی که بده. میفهمم چی میگم سامان جان؟ خواهش میکنم، من کاملا متوجهم، صحبت آخرمو میکنم که پاسخی هم بر حرفای شما هست، چون با این چیزایی گفتی مخالفم. اینکه شکر ضرر داره یا ورزش خوبه یا نم سیگار فلانه، اینا بیشتر بحث شخصی است. ما سیگار رو در فضای عمومی مثلا در رستوران مثلا ممنوع میکنیم، چون فقط دیگه فرد به خودش ضرر نمیزنه، داره به جمع هم ضرر میزنه. نگاه کن الان از هر روز فکر میکنم در یکی از شهرهای آلمان پخش صدای اذان ظهر جمعه آزاد شده. ببین این یک ضرر عمومی است، یعنی ما که از خاورمیانه میاییم، ما که چوب اسلامو خوردیم، میدونیم که اینا چه بلایی داره سرشون میاد. پخش اذان در اروپا، به قول یکی از بچه‌ها، آمی من اینو بگم برم پایین، به قول یکی از بچه‌ها میگه باش من بجام بدم جواب منو بدی بگو می‌خواستم بگم، به قول یکی از بچه‌ها دیروز میگفت که آقا 1000 سال جنگای صلیبی شد، کلی خونریزی شد که جلوی مسلمان‌ها رو گرفتن، حالا دارن بدون خونریزی اسلام اروپا رو فتح می‌کنه. می‌خوام بگم این جور قوانین اگر به قول تو هم دخالت در امر شخصی و خصوصی افراده، به خاطر این هست که در واقع با چیز بزرگتر منفی و در واقع آن چیزی که بیشتر ضرر داره مقابله بشه. من عرضم این بود.
ببینین اگه اینو ما بهونه بکنیم، یه حکومت میتونه با این بهونه وارد همه عقاید ما بشه، خب همه عقاید ما رو بیاد کنترل بکنه و کل چیزها رو غیرقانونی بکنه. اصلا آزادی بیان رو با این بهونه میشه از بین. ما میتونیم تو تاریخ نشون بدیم که این باعث اون شد، این باعث اون شد، این انقدر هزینش برای جامعه زیاده که دیگه وارد دولت اصلا بیاد تعیین بکنه که چه حرفای ما حق داریم بزنیم، چه سیمبولای رو ما حق داریم. ببینید اگه بخوایم اینجوری صحبت بکنیم، خب دولت حکومت باید بیاد بگه که سیمبولای کمونیستی هم تو توی ملعان باید غیرقانونی بشه، مگه شما ندیدین کمونیستی چه بلایی سر کشور کمونیستی و اینا آورد؟ خب چند نفر به خاطر کمونیستی کشته، اینم بیان غیرقانونی کنین، درسته؟ ولی ببین شکرم چیز خصوصی اتفاقا نیست. ببین ما اگه بیایم بگیم که چون بچه‌ها حق انتخاب ندارن، قبل از هیچ قابلیت انتخاب ندارن زیر 18 سال و برای همین یک پدر مادر حق ندارن سیمبولای دینی رو بچه‌هاشون بذارن و دولت باید وارد بشه، خب یه بچه هم قبل از 18 سال غذایی که پدر مادر بهش میده خودش نمیتونه بیاد تعیین بکنه که چی مفیده چی ضرر داره. کلی از بچگی تا 18 سالگی ممکنه پدر مادرش ببرنش مکدونالد، بهش کیک و شکلات و اینا بدن، اینا کلی براش ضرر داره. خب و این ضرر فقط هم ضرر شخصی نیست، برای اینکه پدر مادر دارن به بچه ضرر میزنن نه به خودشون، یعنی دارن به یه نفر دیگه ضرر میزنن. پس اگه بگیم که این حکومت حق داره بیاد جلوی اینا رو بگیره، حکومت هم باید بیاد پس اینجوری بر اساس این منطق باید بگیم حکومت باید بتونه بیاد غیرقانونی بکنه، بیاد ببینه شما دارین به بچه‌تون چه غذایی میدی. تازه یه چیزی، فقط به بچه ضرر نمیدین، توی کشوری مثل فرانسه و آلمان و کانادا و اینا که تمام کشور هزینه سیستم بهداشتی رو میده، خب هزینه بیمارستانا رو میده، شما وقتی که دارین بچه‌تون رو اینجوری بیمار میکنین با شکر و غذای چرب و چه میدونم مکدونالد و اینجور چیزا، هزینه اینو فقط شما خانواده شما و اون بچه نمیده، هزینه اینو همه کشور باید بده. یه کشوری که بد... یعنی هلت کیرش عمومی هست، همه مردم باید هزینه ناسالم بودن شهروندانو بدن. خب و یه چیز دیگه، خب سیگار، سیگار هم یه چیزی هست اتفاقا، حالا اونو دیگه مثلا همه شکر کافیه. من فکر کنم باید یه مقدار مراقب بشیم. ببینی آزادی مردم، ببینی آزاد گرفتن آزادی از شما از شهروندها به وسیله چیزهایی که دولت خودشو وارد زندگی خصوصی وقتی میکنه، به این بهونه همیشه خودشو وارد زندگی خصوصی کرده که میخواد جلوی یک چیزی رو بگیره که واقعا مضره. چون اگه مضر بود نمیتونست قانع بکنه شما رو که آزادیتون رو بذارین کنار. یعنی به همین بهانه چیزهایی که واقعا ما میدونیم مضر هست، هی ما آزادیمون یکی یکی داریم میدیم به حکومت ها، به دولت ها. به حکومت اول میگیم که این خطرناکه، این آزادیمو بگیر به ما امنیت بده، و یه آزادی دیگه بهش میدیم، میگیم این امنیت به ما بده چون این امنیت مهمتر از این آزادی. همینجوری میدیم میدیم میدیم، بعد یه موقع نگاه میکنیم میره همه آزادیمونو که کل مردم خون دادن و بدبختی کشیدن و اینا که این آزادی رو به دست بیارن، یکی یکی اینا همه داریم به حکومت. که حکومت وقتی دستش بگیره تا خون ندیم دیگه پسش هم نمیده. خب من میگم خیلی بد نگران این باشیم که آزادی توی کشور کم نشه. ببین البته من از ماکرون و فرانسه خیلی دفاع میکنم و به خاطر علاقهشون به سکولاریزم، ولی من میگم باید مراقب باشیم که به بهونه سکولاریزم نیم کاری بکنیم که دقیقا برعکس سکولار، یعنی ما داریم به بهونه این که دولت بعد از دین جدا بشه، داریم میایم دولت رو وارد این میکنیم که بیاد به دین مردم گیر بده. خب این که برعکس سکولاریزم شد. سامن حالا راستش بخوای من با اصلی تلفن سامان افتاد. آره دستم خورد تلفنم افتاد. هستین؟ آره هستی هست. آره معذرت میخوام تلفنم خورد زمین. داشتم اینو میگفتم که من با اصل موضوع موافقم به این که ما نباید آزادیامون تهدید بشه با هجیمی به معنای محدود شدن. ما نباید آزادیامون محدود بشه. بله به قول تو براش در طی تاریخ زرش‌ها کشیده شده و خون‌ها داده شده. ولی آرمین جان یه جاهایی هست که واقعا آزادی یک فرد صدمه میزنه به افراد دیگه یا به حتی به نسل‌های دیگه. ببین الان درباره همین موضوع سیگاری مثال ساده است دیگه. شما آزادی در منزل خودت، در فضای خلوت خودت سیگارتو بکشی، کسی هم حالا دوستت، مادرت، پدرت، عزیزت ممکنه بیاد بهت بگه آقا این سلامتت به خطر میفته نکن، ولی در کل کسی هم نمیتونه بهت بگه سیگار نکش. پول خودت، جان خودت، جسم خودت، هر جوری میخوای خرجش میکنی. ولی وقتی میای میشینی تو رستورانی که 20 نفر دیگه نشستن تو سیگارتو روشن میکنی، دیگه نمیتونی بگی مال خودمه. ببین این بحث مربوط به
دین هم همینه، یعنی شما اعتقادی که داری مال خودته، ولی وقتی میاریش تو مناظر عمومی، وقتی میاریش در چش مردم فرو میکنی، خب اونجا مربوط میشه به بقیه. واسه همینه دارم میگم الان پخش اذان از آلمان در ظاهر این هست که بعد چون دولت سکولاره و از هیچ فرقه یا دین یا هیچ گروه مذهبی خاصی حمایت نمیکنه، در این حال مانعش هم نمیشه، اجازه داده که اینها آقا آزادید شما مناسک دینی خودتون رو انجام بدید. اما یه زمانی این مناسک دینی داخل یه مسجد هست و تو میری نمازت میخونی، یه موقعی صدای اون به گوش دیگران هم میرسه و دیگران حق دارن. به نظر من این اون خطایی است که داره اروپا در کل مثالی که داره میزنی چیزی که من قبول دارم، این که جلوی اذان گرفتن تو کشور اروپایی به نظر من کاملا به حقه. شما نباید اجازه داشته باشین که صدایی رو که مردم نمیخوان بشنون، یعنی این حق دینی شما نیست که اینو پخش بکنید. خب اون که جدا. خب ببینید، ولی این به نظر من این چیزی که داریم دفاع میکنین ازش، شما به نظر من از این خیلی نگران این هستم. ببینید یه مشکل دیگه از مثالایی که زدم جدا، یه مشکل دیگه هم که این خواهد داشت به نظر من، حالا ممکنه من حاضرم نظرم عوض بکنم، اینه که ما دسترسیمون رو به بچه‌های مردم دیندار از دست میدیم. خب شما اگه بگین به مثلا فرض کنیم به مسلمان‌ها یا مسیحی‌ها یا هر کسی دیگه، مخصوصا اتفاقا بیشتر از همه مسلمان‌ها، اتفاقا بیشتر از همه دختران مسلمان که بیشتر از همه قربانی اسلام هستن، ما اگه به مثلا مسلمان‌های فرانسه بگیم که شما نمیتونین بچه‌تون رو بیارین از خونه بیرون با یه حجاب رو سرش، این ممکن اصلا نتیجه عکس بده. یعنی خب اینا ممکنه بچه‌شون رو دیگه تو خونه نگه دارن. خب ما می‌خوایم، من به نظرم مبارزه با دین چیزی که احتیاج داره اینه که این بچه‌های مسلمان تو فرانسه بیان قاطی بشن با بچه‌های دیگه، بیان فرهنگ‌های دیگر رو ببینن، نظرهای دیگر رو ببینن، روش‌های فکر دیگر رو ببینن. ما با این قانونا میکنه اینو بچهای مسلمان فرانسوی رو ممکنه از بقیه جامعه اتفاقا دورتر بکنیم و اینا رو بیشتر مسلمان بکنیم. اینا رو تنها چیزی که بهش آشنا باشن، ببین یه چیز خوب هست که تو فرانسه، حالا بگیم حجاب هم شما نمیتونین سرتون بکنیم، قانون هست که شما باید مدرسه رو بیاین. اتفاقا یه کار خوبی هم که مکرون داره میکنه اینه که میگه هوم اسکولینگ رو قطع میکنه که دیگه نتونین بچه‌هاتون رو تو حباب دینی خودتون بزرگ بکنین تو خونه. خب این چیز خوبیه به نظر من، ولی دیگه مثلا بگین که بیرون از خونه بیرون نمیتونیم بیایم بیرون بدون حجاب، من نمیدونم این چه وضعیتی به وجود میاد. ما ممکنه اصلا داریم جامعه رو دو دسته میکنیم اینجوری. من ببینید، شما اگه نگاه کنید تو مثلا کانادا و آمریکا که این قوانین وجود نداره، مسلمان ها دارن بیشتر غیر اسلامی، هم خیلی هاشون دارن اسلامو ول میکنن، هم اونایی که مسلمان موندن زندگیشون کمتر اسلامیه از مثلا فرانسه. و یعنی اگه این چیزا به نظر شما لازمه برای مبارزه با دین، پس چرا توی آمریکا و کانادا که این قوانین وجود نداره اسلام گریزی مسلمان‌ها به شدت زیاد هست؟ یعنی من نمیدونم آیا اینا واقعا جواب میده یا نمیده. به نظر من ممکنه جواب عکس بده. آمین جان، اگه اجازه میدین من برم پایین، چون واقعا تو این قسمت من اون چیزی که لازم بود، مخصوصا اون چیزی که خیلی مد نظر من بود و تکرارش هم میکنم همینه که این تبلیغات جمهوری اسلامی که آی فرانسه با اسلام مخالفه، این دروغی بیش نیست و تو این برنامه به طور کامل ما اینو شکاف میشه. درست، مرسی که از اطلاعات دقیقت که به ما که سامان جان. خواهش میکنم، وظیفه‌ام بود، خوشحال شدم در خدمت تو و جمهوری بی خدایان و قاسم و همه عزیزان حاضر در لایف چت بودم و وقت همه بخیر. البته هستم همراهتون پایین و اونو گفتم دنبال میکنم ببینم اگر لازم شد به شکل تکست من برای شما میذارم توی اون کامنت ها که آیا فرانسه تصویب کرده اون قانونو یا نه. وقت همه بخیر. ممنون، فعلا خداحافظ.